بریم ببینیم چه خبره در فضای مجازی فوتبال کشورمون. در مورد مهاجم خارجی پرسپولیس هم میخوام مفصل صحبت کنم و شما رو در جریان کیفیت این مهاجم قرار بدم. خیلی شوکه شدن از این نوبت که از خیلی فوتبالی تو شما چرا از اطلاعیه هیئت فوتبال تبریز درباره عدم حضور بانوان در بازی تراکتور و پرسپولیس. و خلاصه‌ش و مضمون این عکس میشه که آقا خبری از ورود بانوان به ورزشگاه نیست. جالبه بهتون بگم کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هم نمیتونن به ورزشگاه بیان، متاسفانه یا خوشبختانه بر عهده خودتون. فقط میدونیم که چقدر این بازی مهمه. امیدوارم حالا تبریزی‌ها که فرهنگشون رو تو این چند سال خوب نشون دادن کاری نکنن دیگه. امیدوارم که خدمه به خیر باشه این مسابقه و کسی هم صدمه نبینه. محرومیت و جریمه نقدی برای مهدی رحمتی و مشتبه حسینی یه محرومیت تعلیقی رو براش منظور کردن و 50 میلیون تومن هم جریمه نقدی. اونورم سید مهدی رحمتی که اخراج شده بود قطعا محروم میشه از بازی بعدی و 200 میلیون تومن پول نقدی، عدد زیادیه. اینم صحبت‌های آقای احسان اصولی در خصوص دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران. بشنویم با هم دیگه. خب الان بحث بلغارستان که نهایی است و قطعیه انشالله هفته سپتامبر اگه اشتباه نکنم 21 شهریور یا 16 شهریور. بله این بازی رو خواهیم داشت در بلغارستان. که گردم به خاطر توافقی که ما باش انجام داده بودیم این بود که بازی رو در 10 سپتامبر انجام یه بازی داشتون اون رو ببره هفته سپتامبر، 10 سپتامبر بیاد تهران و با ما بازی بکنه و نشد. خدا رو شکر نشد. الان در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم و قبلی که باید جلسه بشم همکارانم در دپارتمان تیم‌های ملی هم صحبت کردم که جای خسته نباشه خدا قوت هم داره به همه عزیزان آقای خلوتی زاده و همکارانشون و همچنین نبی به عنوان مدیر تیم‌های ملی و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال. به هر حال پیگیری داره انجام میشه و انشالله اونم ما به اطلاع مردم و عزیزان خواهیم رسوند. ولی آن چیزی که وجود داره این است که بازی و بازی تدارکاتی اون هم با هدف آماده شدن برای جام ملت‌های آسیا یک در واقع سطح و سطوحی داره، یه اندازی داره که اون رو رایم رعایتش. آقای شفر سرمربی سابق استقلالی‌ها گفته موفقیت استقلال با علی خطیر شوخی می‌کنید، نکونام مربی خوشقولیه. میتونم تصور کنم که کار خوبی انجام میده ولی راه خیلی خیلی سختی در پیش خواهد داشت. به خاطر شرایط فعلی نکونام تنهاست، هیچ دوستی در باشگاه نداره، هیچ کس اصلا به موفقیت تیم اهمیت نمیده، هیچ کس به حرفه‌ای بودن، صداقت و یکپارچگی اهمیتی نمیده. موفقیت استقلال با خطیر قطعا شوخی میکنید. واقعا میخواید این سوال از من بپرسید که استقلال با خطیر موفق میشه در حالی که اصلا میدونید کی رئیس باشگاهه؟ اشاره داره به ورود محمود رضا بابایی. شفر درباره ورود بانوانم به ورزشگاه گفته که فیفا صبرش رو از دست داده و اگه این رویه ادامه دار باشه عملا ایران رو محروم میکنه از این قضیه. که پاریزا بالاگا دروازه‌بان چلسی با قرارداد قرضی به رئال مادرید رفت. رونمایی امیر قلعه‌نویی از چهره‌های جدید در فهرست 35 نفری بازی با بلغارستان. ملی پوشان دیروز به سفارت بلغارستان رفتن و برای دریافت ویزا اقدامات لازم را انجام دادن. قلعه‌نویی با رصد هفته‌های پایانی فصل گذشته و تمرینات تیم‌ها در پیش فصل و اولین بازی تیم‌ها در لیگ برتر تصمیم داره نفرات جدیدی رو به اردو تیم ملی دعوت کنه. محمد کریمی خب قطعاً می‌دونید به خاطر مسئولیت حضور نداره. امید نورافکن نیز هم، حسین مرادمن از استقلال، فرشید اسماعیلی از نساجی و علی کریمی از کایسریسپور که قرار قلعه‌نویی برای تماشای بازی اونا راهی ترکیه بشه نفراتی هستند که در فهرست 35 نفره تیم ملی حضور دارن. مهدی هاشمی نسب هم مصاحبه کرده و گفته که همیشه دوست داشتم بتونم پاسخگوی محبت هواداری استقلال باشم. شرایط تیم از نظر روحی روانی بهتر شده، میگه سعی می‌کنیم قراردادهامون رو صفر کنیم تا از سقف بالا نزنه، هرچی سختی و مانع برای ما بتراشن بیشتر می‌جنگیم. جالبه بهتون بگم که علی خطیرم رسما مدیر عامل باشگاه استقلال شد از دیروز. آقای سمیعی هم مصاحبه کرده و گفته که نکونام و خطیر اختلافاتی با هم دیگه ندارن برخلاف گفته‌هایی که ایمان اسپورت در کانالش میگه. آقای مارینوس اوزانیدیس هم گفته که تیمای ایرانی پول زیادی به بازیکن‌ها میدن ولی خب چمنشون چمنای خوبی نیست، زیرساختشون زیرساختای خوبی نیست. ما اصلا اصل قضیه رو ول کردیم، الان رو آوردیم به فرعیات. مثلا ورزشگاه آزادی چی بگم؟ هر چی بگم تکرار مکرر رو چمن
باشگاهیه که باز به نسبت باشگاه دیگه‌مون خیلی فضای حرفه‌ای تری داره، ولی واقعا یه جاهای انگار ما راهو داریم برعکس میریم. یعنی نمیدونیم اولین چیزی که لازمه برای فوتبال درست حسابی چمنه. امروز هم اوزینیدی صحبت میکرد گفته بود شما پول خوبی میدید به فوتبالیستاتون تو ایران، ولی خب حواستون نیست که اول باید چمن رو درست بکنید. این مشکل ما تو بقیه استادیوم هم داریم. چمن استادیوم آزادی بلند بی کیفیت، اصلا روش فوتبال واقعا نمیشه بازی کرد، دوباره خراب شده این. حالا نمیدونم به خاطر اینکه اون خرابی‌ها خیلی تابلو نشه این چمنو نمیزنن کوتاه نمیکنن، چون مصوب میکنن به قول بچهای پرسپولیس که کوتاه بشه چمن و کوتاه نمیکنن. چمن ملوان تو انزلی که اون پیمانکارش انگار قراردادش تمام شده بوده ول میکنه چمنو، یه هزینه ای هم داشته برای اینکه این چمن دوباره سر حال بمونه و الان اینه اوضاعش. به جای اینکه فوتبالیست بخرید به نظرم برید اول چمن رو درست کنید، اون باعث میشه که بازی خوب در بیاد. همین چمن محمد ربیعی میگفت که اردیبهشت ما بازی کردیم مخمل بوده تو انزلی، پیمانکار ول کرده هزینه نکردید و اینجوری شده. این باعث میشه توپه بره رو هوا، توپ که بره رو هوا کیفیت میاد پایین، هر سال میاد پایینو پوینتر. بگذاریم تصویر لیست نقل و انتقالاتی جواد نکونام که در کمال تعجب از بین اونا تنها سهرابیان و مرتاد محمدی جذب شدن. حالا عکسی که دارید شما میبینید از آرمین سهرابیان و سامان فلا بگیری تا حفظ مهدی قائدی و محمد محبی، دیروز یه استوری گذاشت حجت کریمی علیه علی خطیر. چی گفته؟ با سلام به هواداری فهیم باشگاه بزرگ استقلال، آقای نکونامو با هدف قهرمانی به استقلال آوردیم نه برای پنجمی. خریدا از روی دستخط ایشون پیش رفت و از یه هفته‌ای که ایشون لیست ارائه کردن با چندین بازیکن قرارداد بسته شد و در حال مذاکره با ادامه لیست بودیم که استاد مانع کار شدن. کی استاد؟ میگه 40 روز گذشت اما شاگرد اول استاد و پدر معنوی فوتبال هنوز نتونسته به دلیل اینکه زمین کج بازیکن جذب کنه. ای کاش به جای هزینه در فضای مجازی و و و و, و این پولا در باشگاه هزینه میشد. ای کاش یه بارم شده منافع مالی و احساسات میلیون‌ها هوادار رو به روابط شخصی ترجیح بدیم. قضاوت با شما هواداری باشگاه بزرگ استقلال. مشابه محرمی گفته که پرسپولیس باید تراکتور رو 3-0 شکست بده. 4 استقلالی در فهرست اولیه امیر قلعه‌نویی حضور دارن. کیان، سید حسین حسینی، محمد حسین مرادمند، سعید مهری و روزبه چشمی کسایی هستند که به سفارت بلغارستان رفتن. اینم استوری رستوران نمبر 6. انقدر ما توضیح دادیم در موردش تا عملاً مجدداً آغاز به کار کرده دیگه. و استوری گذاشته که ضمن تشکر بابت همراهی همیشگی شما عزیزان به اطلاع میرسونیم این مجموعه از امروز آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی میباشد. سهیل مهدی هم مصاحبه کرده و گفته که باشگاه میزبان استقلال در مورد بازی اون شایعه ای که گفته بودن تغییر محل میزبانی استقلال از ملوان، گفته آقا ورزشگاه آزادی شماره 1 استقلالیاست و شماره 2شون رو پاس قوامین اونا معرفی کردن. پاس قوامین یا همون دستگردی ورزشگاه هوادار اینا. اینم بازدید امیر قلعه‌نویی از زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال و گفته که دلیل کیفیت پایین چمن شماره 2 بی‌آبیه و باید حالا این موضوع قطعا برطرف بشه. مشتبه حسینی هم در واکنش به حکم کمیته انضباطی که خدمتتون عرض کردم گفته آقا من غیر از خدا کسی رو ندارم، بنده خدا رو 50 میلیون جریمهش کردن و میگه من اصلا حرفی نزدم، فقط گفتم امیدوارم کمک داور آمدانه اشتباه نکرده باشه. همین. اینم فرمت جدید مسابقات باشگاهی آسیا از فصل آینده است. چجوری اوزا؟ سطح یکش با حضور 24 تیم که تیمای درجه 1 باشن، سطح 2 با حضور 32 تیم که تیمای متوسط باشن و سطح 3 هم با حضور 20 تیم که تیمای درجه 3 باشن. اما یه مهاجمی به تازگی به باشگاه پرسپولیس لینک شده به نام آلیو باجی. این بازیکن خیلی بازیکن خوبیه، بلند قامت جوونه و خوش سابقه است. از کجا؟ از کشور فرانسه. اینم مهاجمیه که اتفاقا یحیی گل محمدی میخوادش. سرمربی پرسپولیس گزینه مد نظر خودش رو برای حضور در این تیم رو به باشگاه اعلام کرد و مدیرای تیم طی نامه رسمی خواهان مذاکره در این خصوص از سوی بازیکن شدند. بعد از جدایی 3 بازیکن از پست مهاجم در نقل و انتقالات تابستونی از جمع شاگردای گل محمدی، الان تمام تمرکز سرمربی سرخا جستجوی گزینه‌ای برای این پست. حالا اون کیه؟ گزینه مد نظر پرسپولیس آقای آلیو باجی هستش، مهاجم 25 ساله سنگالی که طی فصول اخیر بیشتر در
لیگ فرانسه کارش رو دنبال کرده. این مهاجم 189 سانتی متری طی فصل‌های گذشته سابقه بازی در لیگ‌های سوئد، اتریش، مصر، ترکیه و فرانسه رو در کارنامه داره و از مطرح‌ترین انتقال اونم میتونیم به حضور در بوردو با مبلغ 3 میلیون دلار اشاره کنیم. عامیان فرانسه در فصل 2022 اونو به مبلغ 3 میلیون دلار به تیم مطرح این کشور یعنی بوردو انتقال داد که البته این تیم در فصل گذشته به دسته پایین‌تر سقوط کرد. حالا در حال حاضر مبلغ بالای قرارداد این مهاجم 25 ساله سنگالی باعث شده تا بوردو به دنبال پایان همکاری با اون باشه و تو این بین پیشنهاد پرسپولیس برای آلیوباجی مطرح شده. یا حالا الیوباجی. باجی سابقه حضور در تیم زیر 23 ساله سنگال رو در کارنامه داره و در فصل گذشته در ترکیب بوردو در 29 بازی فقط 4 گل زده. بهترین عملکرد اون رو میتونیم در فصل 2021 بدونیم که در ترکیب تیم آمیان موفق به ثبت 13 گل طی 26 بازی شده بود. حالا گفته میشه مبلغ مد نظر باشگاه پرسپولیس برای این انتقال 1 میلیون دلاره که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته و طرف مقابل از درخواست 1.5 میلیون دلاری برای این انتقال خبر داده. مبلغی که با توجه به سقف قرارداد در نظر گرفته شده و بودجه باشگاه پرسپولیس از دسترس سرخ خارجه و با ببینیم روند مذاکرات به چه شکلی خواهد بود که این بازیکن راضی به حضور در ایران و انتقال به پرسپولیس میشود یا که نه. به نظر شما پرسپولیس در نهایت موفق به جذب مهاجم سنگالی مد نظر خودش میشه یا یحیی گل محمدی همچنان برای این انتقال ناکام میمونه؟ حالا عنوانیه که مطرحه و حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. محمد رضا ساکت هم در خصوص بودجه 515 میلیارد تومانی فصل گذشته سپاهان گفته آقا فقط مربوط به تیم فوتبال سپاهان نیست، ما تو رشته‌ای مثل هندبال، والیبال، کشتی فرنگی، ورزش زورخانه‌ای، وشو، دوچرخه سواری، بلا 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 صاحب عنوان هستیم و فقط در سال گذشته بیش از 25 عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی به دست آوردیم و این 515 میلیارد واسه همه رشته‌هاست که نمیدونم بعیده یکم. مارکو آرناتوویچ به اینتر رفت تا عملا شایعات حضور مهدی طارمی در تیم اینتر میلان به کل پروندهش بسته بشه. رونمایی از لباس دو تیم آلومینیوم عراق استقلال خوزستان برای دیدار امروزشون. منتظر محمد هم با قراردادی قرضی که دیگه این فتوشاپ نیست راهی مثل رفسنجان شد. باشگاه استقلال هم در مورد محمد منتظر گفته، یا همون منتظر محمد که خیلی منتظر باشگاه استقلال بود، گفته که قرارداد دو ساله باهاش بستیم و به دلیل قانون سقف بودجه به صورت قرضی رفته به باشگاه مثل رفسنجان و مطمئنن باشن هواداره استقلال که بعد از پایان لیگ برتر 23 به استقلال برمیگرده. البته که باید ببینیم در تیم مثل رفسنجان عمل کردش چجوریه تحت نظر ساکت الهامی. گزارش تصویری از تمرین دیروز استقلالیا احتمال داره در یکی دو روز آینده سهمیه بزرگسال و سقف بودجه باشگاه لیگ برتری هم افزایش پیدا کنه که فکر می‌کنم خبر خوبیه و حالا شنیده که از اینه که یه سهمیه بزرگسال به 10 سهمیه قبلی اضافه میشه که خب خوشبختانه اتفاق خوبیه. فرشاد پیوز که میهمان ویژه تمرین دیروز پرسپولیسیا بوده، اینم گزارش تصویری از تمرین دیروز پرسپولیسیا. چقدر دیروز گفتم. علیرضا عنایت زاده آفک جوان پرسپولیس از ناحیه رباط صلیبی دچار پارگی شد. اتحاد کلبا با گل مهدی قائدی در دیدار دوستانه با تیم حتی امارات با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. واقعا استعداد نابی این مهدی قائدی. با اعلام آقای سلیمی مدیر سپاهان قرارداد برایان دابو به زودی ثبت خواهد شد. یه افشاگری هم محمد حسین میساقی دیشب در مورد باشگاه سپاهان کرد و گفت که باشگاه سپاهان عملا داره زرنگ بازی در میاره. من سکوت میکنم ببینیم با هم دیگه. شما مگه اصلا صفحه قراردادای ما رو میدونید؟ بله میدونم. شما از کجا میدونید؟ شما خب من جزئی‌تر بهتون بگم، شما یه حرکتی هم زدید حالا زرنگیه ولی خب فصل بعد دودش میره تو چشتون. اینکه بازیکن داشتید 80 میلیارد سال اولش رو ثبت کردید 25، سال دوم زدید 55. برای سه نفر این کارو کردید و نزدیک 150 میلیارد تومان از قرارداد این فصلتون رو هول دادید برای فصل بعد که بتونید ستا رو ثبت کنید. درسته؟ آقای میساقی ببینید، این که من خودم رو بالاتر از قانون و بالاتر نه این زر از خلا استفاده کردید، این کار در واقع زرنگی باشگاه بوده به نظرم، دیده که اگه 80 میلیارد ثبت کنه بحثا بشن. ببینید کارشناسی‌های بازی‌های مهم هم اگه بخوایم بررسی کنیم، پرسپولیس که در مقابل آلومینیوم قرار گرفت، این صحنه‌ایه که میگفتن آفساید بوده. ببینیم با هم دیگه. می‌خواست اگه این به اون در کنه، اون میلاد فخریانی بود، در نشد. آقای خسروی گفته آفساید نبود در یکی از مهمترین صحنه‌های داوری هفته، پاس سروش رفیعی. آقای جهانبازی هم گفته آفساید نبود. آقای سخندان هم گفته آفساید نبود. آقای ابوالفضلی عزیزم که کمک داوره
خوبه با بودن و دیگه خدافظی کردن، گفتن کار عالی کمک داور. این از زاویه دوربینای بالا هم ببینید خیلی صحنه سخت. الان تو استودیو ما دو سه تا استقلالی داریم دارن خودشونو میزنن که میگن آقا چجوری این آفساید نبود. جواب ما رو این کارشناسا اون باید بدن. ما سه تا هم کردیم چهار تا. امین که مدیر صحنه‌مونه میگه آقا سایه رو ببین یه متر جلوه. امین سایه دفاع وسط رو ببین، با سایه نمیشه. ولی خیلی سخته، خیلی سخته به نظرم. ما چهار تا کارشناسمون گفتن نبوده، ولی بچه های ما اینجا توی استدیو چند تا استقلالیشون میگن بالاتنه رو نگاه کن، این تصویر خوب نیستا آقایون، این تصویر خوب، این تصویر رو خط می... اون تصویر اون یکیمون که دوربین لانگ بالاست بهتره، این تصویر لانگ بالاست زاویه نداره و دو تا دفاع وسط داره اونجا آلومینیوم عراقش، اگه نگاه کن این تصویر بهتریه. خب پرسپولیس اینجا میگن نبود، ناظرمون میگه نبود، تصویردارمون میگه نبود، دو تا بچه‌ها میگم. اینم کارشناسی داوری نفت آبادان استقلال، یه موضوع و یه صحنه مهم داشت، اونم با هم دیگه ببینید. روزبهم از این بازی برمیگره، بازی اول محروم بود. پنالتی آقای خسروی گفته نه، علارغم تماسی که داشت خودشو به جلو پرت کرد. آقای جنبازی هم گفته ادامه بازی و پنالتی بود. نظر آقای سخندان به نظر از خراب شد دفاع صنعت نفت، فکر مدافع عراقی شونه. اوتای بلند خوبی بود حافظ علی، گلم رو همین اوتا بود و ارسلان صابون آرش زمان عالی زد. جای آقای بنیادی فر خوبه ها، ولی حالا داریم میگیم که تماس داشت و هلاد و اینا، ولی جاش خوبه. دو تا از کارشناسان گفتن پنالتی نبود. صحنه مرادمندم بعضی بچه‌ها گفتن آفساید اون صحنه، حالا اگه شد فریزش رو. الکساندر میتروویچ مهاجم گلزن با تجربه فولام با الهلال قرارداد امضا کرده، باشگاه هوادار از سه کیت جدید خودش برای فصل جدید رونمایی کرد و توضیح هم داده دیگه در مورد کیتاش، که اینم موضوع جالبیه. این از محتوای این ویدیو، امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. دمتون گرم، اگر دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید فعلا.